پایتان درد نکنه، مانده نباشین. خوب استین، بخیر بیننده های نهایت گرامی، السلام علیکم. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه شبخند که یگان روز آدم جگرخون میباشه، دینه میشه هار یگان درم بود درم میشه، مسلمان کشته میشه، همی طبی آدم خراب میسازه. اوه خو چی بگویم دیگه؟ قصر از اینجا آغاز میکنیم که حالا که بگی کسایی که خارج میره وا خوب نمیکنه، خو خود گفت اینجا که بشینیم درم بس کشته میره ما را. یعنی خود ما و شما خودم چند دفعه در انقلاب کشته شدیم، فکر ما نشده با خود والا خوازی. یعنی که در پالوی دم که چی تو مردی، چی یک وطندارت خوامی امیان مردن از دیگه. خب بالاخره میگه خانلالا اینجا خودم دکتر بود، انجینر بود، چی بود، کلان آدم بود، بسوی آدم، خوب کش و فش نکتایی و ایتو لپ و جب که از خانه ما برامدم سایا او از خوریش هم میکد که سیکو خانلالا چه خوب کارش جور است. ولی اینه درس هم خان تحصیل هم کدانه، دکتر هم شد، ما اینه خانه هم داره و هرچی. خب بالاخره این خانلالا میسکین اینم از این جنجال های دم بردم با حرکت کد، خدا کشید کدی فامیل مامیل تونه لندن مندن و اینی جا خدا کشید راستی جرمنی. ای در جرمنی برادر خوی هرچی که کار پالی دو جا خوزی نمیگه که تو دکتر استی افغان است افغان است، در این وطن های هیچ نزدیکک بری اشغال میگه تا انوز در او دراخ و بیخی او بیادر دیده البته. ای خب برادر امی خانلالا دیگه امو بهترین کار که چه واسطه و وسیله و بعد از 6 ماه و 12 ماهی که تیر کرد و که زبان خواند و که حالا ای را بخوان و او را بخوان، امی تایم با تایم دوید و عرق ریخت و در یخ و در گرمی و در هر چیز ندید و خود انداخت و بالاخره ای بالاخره یک تیکسیوان شد. ای خانلالا کلان کلان آدم ما رفت و خود در تیکسیوانی برادر روزی یید از خودم چه رقم از خودم میدان هوایی هامبورگ میره استاده میشه، دیگه افغانا و تیکسیوانا قطار استاده است و خانلالا هم تا شد مسکینه کمرشن تو عرق کده، تو شورگه کمزده زیرای قولش عرق کده، همه تا شدم و تا خسته و زله و وطندارای دیگه هم استاد بود موتروانا. او بچه ها خبر دارین؟ نه از چی خبر داریم؟ از رئیم شوفر خبر دارین؟ رئیم شوفر چی کرده؟ رئیم شوفر والا لط خورده. در کجا لط خورده؟ ما چه من اونجا فلانی را دیدم، عزیز را دیدم در فلانی استادگاه، در اشاره استاده کرد گفت خبر داری؟ من گفتم نه. گفت رئیم شوفر لط خورده. کی لطش کرده؟ گفت فاشیستا. اوی تخمی فاشیستا نمانه هیچ رقم موتروانا والا مسکینه کوگار کرده باشند. اولا میگه خیلی زدن خورده تا او بالا، خواهم اینجا دیگر قرار و وعده گذاشتن که دیگر یک جای شوین، یکان ذره توفه موفه و سوزی و سغلات و میوه میگیریم، یک دفعه خبرش میریم در شفاخانه بستر از دیگر کل موتروانا جمع شد دیدن رئیم شوفر میرن. خو رفتن در شفاخانه که رئیم شوفر هم تا دانکش باز مانده مسکین، اینجا پلستر خونه کایش اینجا و در کالاگا کایش تیت و خوکتا که همی اندیوالای خود دید که خود شور داد که اینه به اترام خود شور نخو شور نخو موتروانا گردش. رحیم جان خوی فاشیستا در کجا زده تا؟ خوی امروز که سر تو صبح سر ما میایه، دیگه صبح سر ازی میایه، بیاین که دست به دست بتیم. حال پلیس راپور دادی جایشان پیدا کرد، پشت پلیس نگرد، خود ما میریم. کم بد ماشی در وطن کردیم، کم جنگ ها را زدیم، خوی اینجا هم نتی یک جنگ اینجا کردیم، تا کهی به غیرتی یک روز یکی را فاشیست ده. آخر رحیم شوفر میسکین دگب شد، فاشیستی چی فاشیست ماشیست نزد، خی کی زده تو رحیم جان؟ والا ما خو یک جای زنگ آمد از یک خانه، گفت بالمانی که ما تیکسی کار داریم، گفت رفتم پشت خانهشان، گفته یک زن و شوی برآمد، گفتم از اون دیر که دیدم که سر و یایشان سیاه بود و دیدم که همین وطن دارای خود ما هست، گفت ما وقت تیر خود آوردم خو یادم اوتر شیشتن، گفت حرکت کو مثلا یک جای جرمنی را خو نامیای شما یاد ندارم، مثلا دیمراد خان حرکت کردیم سون دیمراد خان جرمنی که با برو دمی را همی زن و شوی دیگه زنده پوش سرشت شوی در پیش روی اگان قصگه که اینه خوب شد نسیمه جان که اینه اید آمدم یک اید و برات خو مانده، اگر اینه کتی فامیل مادرتان خدا ما تا عمر جنگی میماندم، اینم اید شده اینه میریم بخیر. آن چطور شیر آقا جان و تاوبالا جان و خو قرا
دم ایرا گفت رفته میریم همی قصه و قصه و قصه گفتم این زنوشی کم کم گپشان در جنگ جاله خیست و گفت شیر آقا اول خانه ما میریم باز خانه مادرتشان میریم شیج گفت نه اول خانه آقای میشان میریم در دیمراد خان نمیریم اول مثلا در چی میریم مرادخانی میریم خانه آقای میشان بعد از او باز میریم دیمراد خان پیش بوبویتشان نه گفت چی میگی اید مادرمشان است اول خانی مادرمشان نه مقرار که خانی مادرمشان نه خب قرار تون شدی زن یک دو سه اوی دیده شام ریخت و شیر آقا عزیجت تون شد نه اول مراد خانی میریم اونجا آقای دوی صفی قلان آدم اونجا افتاده تو اول پیش بوبویت میری قطع بوبوی قاقت بیه بوبوی مره قاق خود تاو بالا ها که گفت آستا آستا جنگ در گرفت همی شیر آقا گفته او نسیم خدا شق نکو که خدا و قرآن بسپنجر آوردیم از خاطر او بیادر قاق رو دید که با قرآن گفتم از بینی بالا گب دید دان و دماغش هم عیده میکنم وی بسپنجر سر بیادر ما و که چطو شیر آقا وار کد گفت زنکت زد خدا پخش کد و ای دستش خطا خورد کد دیگه دست که وار کد و خدا باز پخش کد آمد دلاشه ما اولین بسپنجر قرصا گفت که خورد موتر جای به جای بره کدم سر مام سر اشترنگ دیگه بعد از او گفت جنگ در گرفت اینم یگان اخ می گفتم و می خورد اینم این رقم چیزی از نسیمه و چیزی از شیر آقا گفت جو کدن مرا خدا و راستی گفت بعد از او دیگه اونم اونجا بیوش افتادیم تا یک وقت چشمان لوچ کدم که اینه در شفاخانه هستم فاشیستی چی کاری چی او بیادر اینم مرا شیر آقا و نسیمه لد کدم برین آدرس مادرس چه پیدا کنین این برادر آدم اینجا دکتر خانلالای ما گلوار پاک سطره میرفت نان و اویش میرسید رفت در اونجا شوفر شد این حال دیگه خودت فکر ختم شد برنده های نهایت گرامی یک وقفه که کوتاه و با مهمان دوست داشتنی خود زود وطندارای نازنین باز هم شما را خوش آمدید میگیم و در انتظار نمیمانیم مهمان خوب برنامه ما سید داوود یعقوبی طنزنویس چیره دست کشور از شان خواهش میکنیم روی استیج تشریف بیارم کار ما کدیم آقای یعقوبی شما را خوش آمدید میگیم به برنامه شبخند تشکر با عرض ادب و سلام به شما و بینندگان عزیز و همکاران عزیزتون تشکر لطف کردین که قدم رنج فرمودین ما از نوشته هایتان بعضی اوقات استفاده کردیم تشکر بعضش به نامتان گفته باشم بعضشان میشه پیری و زهیریز خطا خورده باشه خوب هستین تشکر بسیار لطف کردین همراه کارا چطور هستین همراه نوشتن طنزا چطور هستین والا خوب است که نوشته میکنین تندتر باشه در جنجال نمیمانی والا کمک خمیر میکنن و قدر زیاد چی نه همیشه چرپکدگی منتظر میباشم خب همی طنزه که نوشته کنین دیگه پشت و پالور یک گرمکاری میکنین که میشه از کدام سونه همیشه این خطرات بوده و شاید در تنظیمیس های افغانستان بیشترین رقم لطکوب و بیشترین رقم فشار روی طنزای ما بوده به خاطر که زیادتر طنزای سیاسی بود به می دلیل یک مشکلاتی هست اما گزاره میکنیم دیگه از جانتان معلوم میشه مثل مواری نمید اما قصه ویتواتک شد که قصه چی؟ قصه ویتوات شد که یکی از شعرهای بزرگ ماست بیچاره یک طنز نوشته کرده بود در اون جنگی که در قسمت هزارست شده بود یک داستان تاریخی است باز تیر انداخته بودن که ما هزارست میگیریم بازی هم یک تیر انداخت شیر نوشته کرد که هزار اسب چه هزار خر هم گرفته نمیتونی باز پادشاهی بعد از اینا گفت که یادتان باشه که جره تسخیر کردیم همی وتوات که گیر کردین پیش ما بیارین که هزار توته کنیم میشه خب بازی وتوات این منطقه را گرفتن و یک روزی هم وتوات بسیار مدتات پد بود و یک روزی ای را آوردن و بالاخره آمد خودش تسلیم شد گفت پادشاه صاحب این خودم آمدیم گفت تیر بگیرین هزار توته کنین چون وتوات یک گنجشکر که خورده است همونطور که شما برای من گفتین
ای گفت که پاچان سه اگر زارم پیش از یک مره هزار توته کنین یا اگر زارم گفت چی گفت این مره دو توته کنین هزار توته نکنین بازی بیچاره گفتن برو خیلیت میته بیجه که گفت بسیار خورد هستم همین دو دو, دو توته بسازین مره هزار توته نسازین باز وتوات مقصد تان از قرچه هست همون قرچه خود چوچه هست که از وتوات تخلصشان همو تخلص یک پرنده بود اما از مد تنز باز خروس کاکلزاری است که تخلص شما تخلصی که در داخل چیز میذاریم مستعار میذاریم به خاطر خروس کاکلزاری به خاطر هر چی در بین خروسا و پالن من نیافند دیگه خروس کاکلزاریش کدام است ها دیگه نمیفهمم خب ده تازگی ها چی گفتین یکی از طنزهای تانه میخواییم که بشه ولی چند وقت پیش آقای نجوا یادش بخیر بر من تلفن زد گفت که یک زندگی نامه تروان کن من بخاطر که با دوستا معرفی هم شوی مدقل بفامن که من کی هستم بازم این زندگی نامه رو تنزی نوشته کردم خوب است شکل تنزی نوشته کردم نوشته کردم که چوچک بودم از آقایم پرسان کردم که بعد از حضرت آدم علیه السلام من چندمی هستم که در دنیا آمدیم خوب سوال پدرم برام گفت که بچه میره مصطفیان پیدا کرده نمیتونه اگر میخواهی که بفهمی برو پیش صدیق افغان که مشکل در ریاضی فلسفی حل بسازه گفتم خیلی پدر از روز تولدم بگو گفت در سال 1345 زمانی که مرزا ماد اکبر مرزای منطقی ما قصه لندهور و دیو و پری رو میکرد دفتن صدای چیغ تو آمد در 12 بجه شب 12 بجه شب خب گفتن یعنی یک لندهور دیگه هم تولد شد باز مادر کلانم قمری گل مرا در بغل خود گرفته آورد گفت بر کلگی صدا کرد گفت بچه از بچه گفت این حال نام شبانه خب خلاصه در منطقه ما نام زیاد بود مثل کریم سیا رحیم چوب قرد کرده دنگر و فلانی سیا و نمیفهم مربای زغال و فلان و فلان و فلان اما پدر من از دیوانگی های داود خان خوشش می آمد میگفتی آدم اگر روی قدرت شوه خاک پاکستان به توبره می کشد خدا بیامرزه به می دلیل نام مرا ماندن داود نام مرا ماندن داود پشت لب کسی ها کردم یکی مرا داود گفت یکی مرا سعید گفت یکی مرا یعقوبی گفت گردورد شد و یک چند نفر هم به شوخی در خانه برای من گفتن جوانمرگی جوانمرگی خلاصه 11-12 سال مکتب در ایجه خواندم 3-4 سال رفتم در شوروی که زبان خرسای قطبی رو یاد بگیرم و 18-20 سالم رفتم ایران که از شاق جنگی های 7-8 در امان باشم به حساب یعنی در او شاق جنگی ها اوگار نشم به حساب مادرم بیچاره میگن که بسیار ضعیف و شیر نداشت خب من رو زیادتر میبردن زیر لاق بز و زیر لاق گوسفند تا خوب شیر نوشه جان کنم در وقت شیر منیراگا و کلیم چیزا در افغانستان نامده بود به می دلیل است که وقتی شیر کلیم و منیراگا آمد به می دلیل شد که آل مردم افغانستان یکی دیگر که از شاخ میزنن دلیلش ایست که یا شیر آدم نخوردن از چی مدت طنز میگین آقای یعقوبی؟ از من حدود 25 سال میشه که در ایران و افغانستان و پاکستان طنزای ما چاپ شده از ریشه طنز میفهمین از شروع در کشور ما؟ من طنز 5000 سالی افغانستان درس میتونم برخلاف که در پانتون یعنی 5000 سال ما پیش بند. قبل همین طنز ما داشتیم حتی پیش از پیش از 5000 سال 5000 سال که میگم مکتوب است مثلا در کتاب ماهابهارات و که در کتاب اویستا و در کتاب کلیلودمنه این رگای طنز ما میبینیم در کتاب ماهابهارات ما میبینیم که قصه زاغ و مسابقه زاغ و مرغابی از ده اون زاغ و مرغابی با یکی دیگه طنز گفتار گفتن با یکی دیگه مسابقه میکنه زاغ میگه که موتو بیا پرواز کنیم که تا چقدر پرواز کرده میتونیم من پیشتاز میشم و من بهترین پرواز میکنم بلندترین پرواز اما مرغابی میگه که تو لاشخوار هستی و جیفه پسمانده انسان ها رو میخوری تو پرواز کرده که من نمیتونی اما این شق میکنه میگه نه تو پرواز میکنیم بیا این گز این میدان وقتی داخل میدان میشن تا یک منطقه میرن تا جایی که خشک است
این همین پسماندار رو میخوره و انرژی میگیره پرواز میکنه، اما سر بر که میرسن تا یک منطقه طولانی یک وقتی انرژیش هم خلاص میشه و پسماندام دیگر نیست بخوره، این طرف میفتده ما بین بر و این مرغابی را چیغ میزنه میگه بلی از خدا نجاتم بده، میگه تو بیشتر لاف میزدی که کتومک مسابقه میکنم پیشتاز هستم ایستم ایستم مثل پاکستانی ها دیگه حرکت ها رو میکنی خب بچه خود اما کدم پاکستان میشه بازی ره خوش دوست چند دارم اما حالش چرا گو بلی از خدا نجاتم بده، از میگره ای پرنده رو میاره در لب خشکی میندازه میگه دیگه لاف نزن، تو پرنده جیفه خور هستی، تو باز نیستی، تو شکارچی نیستی، مثل من نیستی که خودت شیرجه بزنی و ماهی بگیری و تو آزادام نیستی، یک چیز هستی که وابسته به انسان ها هستی، وابسته به پسماندی از هستی، مثل که بعضی دیگران وابسته خداونده چند وطن ما را تو جیفه خور و لاش خور نسازه الا یامین که موقعتش در جنجال است واقع تال هرچی جنجالی که ما میبینیم به خاطر امی مشکل سری نمیسانی؟ یک قصه شبانه میکنم که شما خوشحال شوین. یک دوست ما قصه میکنم میگه من بسیار از دست زن به عذاب بودم خب و بی پیسان بودم در این کشور کارم یافت نمیشد، آخر میگه زن زور شد سرمه که بخیر در زر جایی که پیسه پیدا میکنی بخیر پیدا کن دیگه، میگه دیگه چیز نبودم میخرد جلد کردم به حساب دیگه حرکت کردم رفتم به طرف پیسه که از کجا پیسه پیدا کنم، و خلاصه بسیار جای طولانی تیر شدم و مدت ها و بالاخره خرم مانده شد و گوش نشد و مام گوش نشد و سرمام بود و دستای ما میخ زد، رسیدیم به نزدیک یک قلا که قلای ملک است، دیدیم تعداد زیادی از افراد در اینجا منتظر هستن و کلگی جگرخون همینجا شد، رفتم اونجا رسیدیم گفتم چه گپ است، گفت والا اوضاع خراب است، چه گپ است، گفت والا زن ملک میزایه سه دردش تیر شده و ایران هستیم که چطور کنیم و خیلی ممیال دالت مردن است، گفتم میخواد جگرخونی نداره بیا، یعنی ما اومدم من تاویز نویس هستم همین تاویز نوشته کنیم زنش میزایه، خب خلاصه میگه من که زور آدم بوده بسیار آدم قوی واقعا تاویز زور یک تاویز نویس بسیار مشهور است شما میشناسید، خب خلاصه میگه داخل رفتیم میگه من داخل بردن گفت چی کنیم، گفتم اول خرم کاو جو بده دومی که مرا یک جا یک ببر که گرم کنم مرا نان بده او را کاو جو بده باز بعد از من میگم که چی کنیم، خب خلاصه رفتم نانم خوردم و شکمک هم سیر شد و کل چیز جور شد، میگه مرا بردن گفتم مرا ببرین بالای سر ازم زن بالای سر از زن رفتم قلم کاغذ کشیده و باز نوشته کرد برش که خودم جای خرم جای میخوایی بذای نمیخوایی نذار وقتی کمیره نوشته میکنه و بسته میکنه در او مندازه میگه یک شپک بخو کم یک شپک میخوره غالمغالش میبره مردکه میبره بیرونی تپلک تولد میشه، باز همین کل بار و بستره و پیسه زیاد و اینا پیسه 20 ساله پیسه زندگی خرچشه خرچ داد آمد در خانه خوزنش گفته این اگه من سر خب کاکا نمیکنم. ملک بوده ول بسیار گفته این اگه من از خانه نمی کشید ولا که پدر زمه قدر پیسه را می آورد ایرم برو از هرچه دوزی میکنی میکن. گفت چی کردی؟ گفت ولا اینه تو یک کار کردم چی کردی؟ گفت یک میزایید ما هم نوشته کردم خودم جای خرم جای میخوای بزایی نمیخوای نزایی ما منده اینه مقدر اینه مقدر پیسه برم اداد و خلاص دیم برینده عزیز یک وقفه کوتا داریم و زود زود برمیم های نازنین باز هم شما را خوش آمدید میگیم میگه دمی کمون اولیه پیش ازی که از کمون اولیام پیش میگه استاد از شاگرد سوال کرد گفت بچه بخواه احمد بگو که دمی از کمون اولیه پیش همی چوچه شادی را که چوچه انسان چطور فرق میکدن؟ گفت استاد اردویش در درخت من ناخ بالا میکد میماند اگو که افتاده بود از آدم بودو که نم افتاد از شادی هم یک خواب از پیشتان یک نوشته از کتاب از به دوستا یک چیز عرض کنم که اگر در کل افغانستان من هیچ زمانی از هیچ تلویزیونی تعریف نکردیم در میز گردی که بفرمایید اگر در افغانستان به چیزی که نیاز داریم او عنصر خنده است که تمام دوره جنگ و دوره افسردگی و تمام بیماری روانی ما را درمان میکنن یعنی
نه ای خنده نیست او دیگر بیره یعنی پروگرام شما یک پروگرام است که به حساب امو حالت افسردگی را که حدود زنا 70% و مردا 40% به او مبتلا است او افسردگی را درمان میکنه و ما تصمیم به گرفتیم خصوصا شورای ژورنالیست ها که ما به نمایندگی از خود شورا نیم دوست ما بود بر من داد به نمایندگی از اونا این تقدیرنامه و یک قلمی را که شمشیر بران است و این قلم میتونه تمام اوضاع افغانستان را تغییر بده و جای تفنگ گرفته یک قلم براتون آوردیم که کدازی طوری نوشته کنین که مردم ما بخنده و افسردگی و خمودی و جمودی از وجودشان پس شود و یک تقدیرنامه که شما حضور نداشتین در وزارت اطلاعات فرهنگ متاسفانه که ما خودم نبودم امروز کابل برای 80 نفر شده. از ژورنالیستای خوب و به پروگرامای خوب ما تقدیرنامه تقدیم کردیم و بعد از این در نظر شد که به پروگرامای خوب تقدیرنامه بتیم و به پروگرامای بد که خلاف منافع ملی ماست توبیخ نامه بتیم توبیخ نامه دو از پیش خواهش کنیم که یکمه که مسیر تا تغییر بده این مسیر مسیری نیست که خوب است به تاجکستان میرفته من فقط اول تقدیر نامه رو خدمتتان تقدیم میکنم وای زنده باشین تشکر تشکر و با گفته تاجکا تشکر بسیار کلان از اتحادیه ژورنالیستان تشکر بازم میاییم از تنزای یعنی یک طنز بگویم دیگه بله من یک طنز خدمت شما تقدیم میکنم که بزرگ چینی رو کلتان شنیدین دیگه یک طنزی است که فولکلور و اطفال نازنین بزرگ چینی رو شنیدین میگه یکی بود یکی نبود بزرگ چینی بود سه تا چوچکک داشت یکی چپیگک بود یکی راستیگک بود یکی دموکراتک بود خب ببخشید خوش گفتن مادرشون در یک دفتر خارجی کار میکرد خب خود بزرگ چینی دیگه خب همین مادر چپیگک و راستیگک آه بزرگ چینی دیگه گک در دفتر خب. خارجی کار میکرد و همیشه برش میگفت چپیگک راستیگک دموکراتک آه یادتان باشه که گرگ همسایه بسیار خطرناک است دروازه را درویشان واز نکنه آه او سگ است گرگ نیست برای دروازه را برای هیچ گرگ همسایه باز نکنی باز نکنی یا هم گفتن برو مادر گفت ما بسیار هوشیار هستیم به هیچ عنوان باز نمیکنیم خلاصه ای گرگ همسایه آمد و تق تق زد گفت چپیگک راستیگک دموکراتک دروازه رو باز کنین که من مامانتان هستم آها چپیگک طرفش سعی کرد و از پشت دروازه گفت برو تو گرگ همسایه هستیم از کل چیز میفهمم ما پوستت در چرمگری میشناسم گفت از کجا فهمیدی؟ گفت مامان گفتی مادر نگفتی من فهمیدم که از کجاستی خب خب چپیگک از این خوب هوشیار است خب باز صبحش آمد دروازه رو تق تق زد گفت چپیگک راستیگک دموکراتک دروازه رو باز کنین که من مادرتان هستم خب این دفعه راستیگک سعی کرد گفت که با میفهم تو گرگ همسایه هستی آمدی که ما رو بخوری گفت از کجا فهمیدی گفت که مادر من در دفتر خارجی کار میکرد همیشه آرایش میکرد تو چیچکای رویت معلوم میشه اونجا بی آرایش نمیمانه گفت که تو از چیچکای رویت معلوم میشه که گرگ همسایه هستی آمدی که ما رو بخوری آها ای ایران مان گفتی خب بسیار هوشیار هستن بازی بیچاره رفت در کابل سیتی سنتر هر چی لوازم خارجی بود خرید و آرایش کرد مثل که امروز ما رو آرایش کردین آها ای آرایش کردن ایره چقدر مقبول هم شده اینو اول خلاصه این دفعه آمد تق تق زد و گفت که چپی گگ راستی گگ دموکراتک دروازه رو باز کنین که من مادرتان هستم یا سعی کردن دیدن که آرایش کرده بسیار مقبول مثل مادرش دو وقت در تای ما این تای ما آمدن مثل که من ساعت یک بجه خواستین دونیم بجه برنامه شروع شد خب خلاصه این دفعه راستی گگ گفت برو من پوستت از شرمگری میشناسم تو گرگ همسایه هستی آمدی ما رو بازی بتی بخوری یه همسایه های مام صاف گرگ از خود از این چپیگکشان گفت از کجا فهمیدی؟ گفت که مادر من از دفتر خارجی که میامد تنها نمیامد یک خارجی رو ممره خود میاره بود خب خلاصه این دفعه رفت این دفعه رفت و یک خارجی رو ممره خود آورد و این مادر از یا بسیار جنجالی بسیار جنجالی بود این دفعه ممره خارجی که آمد و تق تق زد گفت چپی گگ راستی گگ دموکراتک دروازه رو باز کنین یا کمی
دیدن که ساعت 4 وقت رخصتی خارجی و همراهش و ایام چیز بازی خوردن. کمی دروازه رو واس کرد، خیز زد چپیگک هم خورد، راستیگک هم خورد. آها ای دموکراتک؟ خو یک نفرش میشه خو چپیگک خورد و راستیگک خورد، دموکراتک پشت حساب فنا برد. پشت حساب فنا برد و خب خلاصه گرگ دو تا را خورد و فرار کرد، رفت و در کشور همسایه گفت والا من چپیگک شانم خوردم راستیگک شانم. اما دموکراتک پشت حساب فنا برد، نتونستم شه که بخوره میشه چطور کنیم؟ خوی سرش قال مقال کردن، ولی ولی امر گرگا برش گفت که آدم من خطوره گفته بودم که کل شب اصل مقصد ایلا کدی؟ تو اصل مقصد هم بزرگ چینی را و هم دموکراتک که اصل دموکراتیک است و اینجا بسیار موضوع است فلان جنجال سر میاد، جنجال است دموکراتک هم برو از بین ببر و خود بزرگم خب خلاصه گفت چی کنم؟ گفت خیلی بگی اینه مای نبگی ببر در پیش خانیش گرگ و این دو تای دیگه شام بکش. کشور همسایه یک از کشورهای همسایه همیشه برای ما مین روان میکنه. یه آمدم یه این گور کردن بود که یک دفعه انفجار کرد. انفجار کرد با چپیگک و راستیگک و دموکراتک، هر سهشان دویده رفتن پیش مادرکشان، یکش مامان گفت یکش مادر گفت و موضوع خلاص شد. این حال ببینیم که شما چی میگین. ما از بیرو گفتین، مام یکی از بیرو میگم، مردم ایران خمیمی کینو را پرتغال میگه. میگه معلم پرسان کرد گفت بچه بخه آقا جون بلند شو از جات. او که استاد شد گفت آقا اسپانیا که جنگ داشت با پرتغال، اسپانیوی ها با پرتغال چی کردن؟ گفت هیچی معلم صاحب، پرتغال را پوست کردن همشو خوردن. قدمی ارتباط ایران خوش، یک خاطره از ایران دارم بسیار شیرین. کیره نوشته نکردیم و خب به حساب در تنزای خود ناوردیم. این خاطره تاری بود که من یک قسمتی از ایران زندگی میکردم کجا تبرستان میگن خب، و یک زبان به خصوص، یک لهجه به خصوصی دارن که تبر زبان هستن، تبری هستن، زبان تبری و مازندرانی میگن و زبان گیلکی میگن. اوره در اونجا در اوائل که رفته بودم یک کتاب فروشیگه که خورد در سر کراچی داشتم کتاب میفروختم، با در این پالی ما یک موچی بود، این موچی را هر دفعه میگفتم کسی نامده، یک جایی که میرفتم میگفتم کسی نامده بود کتاب بخره اینا، بازی برای من میگفت تک کلاپیر بیام و برده. چی؟ تک کلاپیر بیام و برده، که ترجمهش کنم میگفت که پدر جدید تا آمده بود و رفت. خب پدر اندرت. خب من نمیفهمیدم کلاپیر چی هست، میگم خیر رفت آمد ها رفت ها، من فکر میکردم کلاپیر کدوم آدم هستن. خب خلاصه 4-5 ماه اوج زندگی کردم، دیدم که کلاپیر شوی نو مادر میگن. خب بسیار جگرخون شد، اصلا من خراب شد دیگه، کد ازی جنگ کنی چی، خب همسایگی و دوستی و فلان اینا. خب یه چیزی نگفتم، یک ماه بعد تصادفی پدر ازی وفات کرد. خب پدر ازی وفات کرد و ما هم چند تا از دوستای خود گرفته رفتم، یک دسته گل گرفته رفتم خانه ازی. خب در فاتیا بعد از چند روز فاتیا گفت چی دسته گل دار دادن؟ گفتم تو، گفتم که تو کلاپیر نخونی، گفتم تو پدر جدید نمیخوای؟ گفت چی؟ گفتم خارجی هستم، نویسنده هستم، من کتاب نوشتم میکنم فلان اینا. دسته گل هم آوردم، مادرش بسیار پیر و بسیار ضعیف بود اینا، این دیگه در مابین خانه دیگه یک قال مقال را گرفت، یک سر صدا که من عزا دارم و مادرم مرده، تو پدرنالت آمدی که این گپ میزنی، تو آدم بی شرف و فلان و فلان. خب خلاصه هر چی رفتیم که پدرندر شویم نشد دیگه. او یک مذاق هستی. آی بیننده های عزیز، یک وقفه کوتاه و زود برمیگردیم. بیننده های عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگیم. باشم یه از کربچه و سایمن سبا یکان وقت میگه یکان یاد بود از مام کورز، یکی از قماندان ها، خوب برجسته قماندان هم بود، منظم آدم منظم، قصه کرد گفت در گردیز هستم در کجاست؟ گفت سربازا را درس میتم و خواه میگمشان که مثلا شو که در پیره بودین، مثلا یکی که میایه نزدیکتان میشه سن پیره داری، بعد از او باز میگین درست
خوب بلند کم و آدم تکان بخوره. دیگه تا که برتان نام شو نداده، مثلا نام شو او میگه پیکا، خودت برش میگی پروان، او میگه 45، تو میگی 54، اینه تو یک چی داره، اینه بازیلایش میتی میره. خود گفتم این درس ها میره، گفته از 3-4 ماه تیر شد، شو کدام جایی هستم، شو ناوه خستام هستم، ماندام هستم. گفت آمدم کم اینجا یک عسکر گفت سالار انداخ که دریش تو چی قام زد. گفت از موتر تا شدم پیشتر آمدم و با دریش کرد که دیگه پیشیانه نبیا نام شو بته. گفت من گفتم شد نام شو سرش صدا کدم، او جواب نداد، با دریش گفت شور نخوری از جای. گفتم او بچه خواهی نه نام شو برات میتونم، نه نیست نه، 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 نام شو. آخر گفت مجبور شدم، گفت زنگ زدم برام نوکری والی که بچه نام شو چیست؟ گفت نام شو چیزه؟ گفت کمی امیم شو نام شو است. گفت ما میرسه ای گفتیم گفتی را. گفتم او بچه تو لوده هستی آدم هستی چیستی؟ خب نام شو خواهی نی رقم است، نام شو خودت نداری. نه گفت صاحب همون سه ماه پیش تو نگفتی که پیکا که گفت باز پروان بگو الهیش بتو. به خاطر که به ارتباط نشه گپ ما خوش عین دریشه برتان بگویم و عین قضیه دیگر ما برتان خوب است. من در اون سالایی که دوران عسکری شما بود از ما در کارتی پروان پیره بودم شب ساعت 12 بجه شب از قسمت باغ بالا اگه دیده باشین یا کسایی که یادشان مانده باشه یک شیرخ فروشی بود. نمی شیر یک فروشی اینی میجا ما درش میکنیم و هر کی رفت اعلام میتیم و چیز وظیفه از دو تا سرباز هستیم و میجا وظیفه اجرا میکنیم. ما همین دیدم که همین دیگه شیر یک از سرش عواز کردیم، دیدم شیر مابینش از کت قیماق اونجا دیدم یک خام هست، همین گرفتم در گردش انداختم. خب در گردش انداختم بزن 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 یک یک و نیم ساعتی بسته شد. اما تو یک شیر یک نازنین جور شد، این شیر یک گرفتم خود ما خوردیم دیگه سیر کردیم. باز بعد از همی هر موتری کمی استاد کردیم درش، باز بگیم شیریخ میخوری، باز یک قاب شیریخ بر از این میدادیم. این شیریخ تا صبح شیریخ از زیر خلاص کردیم، باز رفتیم روسیه تحصیلات عالی دو جا خلاص کردیم و از روسیه که پس آمدیم دمی شیریخ فروشی رفتم شیریخ بخورم. اینو در کتاب من نوشته کردیم که سه دانه دوزی خود در کتاب نوشته کردیم و از بزرگای دوزای کلان هم خواستیم ما سه دانه دوزی خورد کردیم و ارسیش اعتراف کردیم شما هم اعتراف کنین اگر خوردش یا کلان. دوزی های کلان تر من به خاطر که این فرنگ کسایی که دوزی کرده این فرنگش جا بفته که اعتراف کنن. باز آمدم اینجا رفتم شیریخ خوردم، رفتم پیش از اون بیادر گردن پد گفتم بیادر جان یک چیز برات بگویم. گفت چی؟ گفتم یک سال پیش گفتم یعنی میجم آمدم شب پیرای بودم یعنی میشیر یک خواهی تا یعنی مترکایی یک بلا رو سرش آوردم. اول عصبانی شد خیست و بسیار جذبه پس آن گفت برو مرد است اعتراف کردی. گفتم هرچی پیسیش میشه برد میتون فقط اینه مقدر تو بخشش کو که همین شیر یخ تو آرام نشه که میشه کم ما رفته. غیر از او با او بیادرهای دگام که گفتم دریش کردیم و خوردن بر از اموام یک علالیت چی کردیم باز بیچاره حلال کردن موضوع رو بسیار موضوع بسیار خوب حالا گردن تال خلاص شده. مسئله دریش گفتی در مزار شریف بودم در بندر تاج قرغان یک دیوانا آدم بود اکمه و دیگه حالتش خوب نبود، نگپ میزد نگپ تا میفهمیدم و یک مست آدم بود. ایره باز شوی نمی از کرا در پالوی خود در پالوی غرفه در پیش آتش ماتش خود میشاندن. باز یکیش در سرک استاد میکده اینم تو توفنگ میگرفت در دم موتر ای دیگهش از اینجا در گرده اکماگ یک پی... چی میکده تو که تو شست خود کمی چی میکده او چیخ بیزه دور کت از او سر میداد اونو دریش از او از کرا یکم بیخی گنگ شدم خود صدا زیاد بسیار قوی بود بسیار ساوند یک ذره پایان نه 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 صدای خوده تو خود دیگه احتیاط میکنم بعد این فیلم هم که کار میکنم اون نفر ساوند کتیم در جا آستا او بیا در وی خود دیگه ایت میگه قال مقال کد تو میگی آستا میگه یک دو آدم خیلی سوگت هم بودن رفتن یک دو دانه اسب خریدن در میرا که آمدن گفتو بیا در یه اسب نال غلط نشه کی اسب از تو سیایی اسب از ماست. خوی گبوری هیچی آسان سین ما گوش های اسب خودم میبرم اون از تو گوش دار از من بگوش. خوی بیادر دید که باز نمیشه گفت گوشش سوز میکنه و بیادر سبا روز باز غلط میشه. خو گفته اینه دم بشه میبریم یک دم بشه قطع کردن دیگهش گفت دم دار از تو به دم باز من گفتی به دول هم شد خوی باز سبا روز دم بش مبرامد. خوی اسب هم ایر هم دم بریدن دور هم گوش از وام بریده شده از وام بالاخره گفته بیادر همه تو جور نمیه خوی نی اسب سرخ هست تو اینی سفیدش از من کجا غلط میشه.
ما چون اسب گفتین باید اسب بگویم دیگه. بفرمایید، مشکل نیست. اول قصه زاغ میکنم باز اسب پشت به پشت بسیار کوتاه براتون میگم. میگه که یک شاعر آمده بود در افغانستان، از شاعرای برجسته کشور دیگه بود. آها. از تاجیکستان آمده بود، اینا مشاعره میدادن. آها. بازی مشاعره شروع شد و شاعر افغان هم ششته بود. شاعر تاجیکی گفت ای زاغ در این باغ تو تنها چی میکنی؟ گل رفت، لاله رفت، تماشا چی میکنی؟ با شاعر افغان ما نسوار خود انداخت، گفت زاغ زاغ چوچه بته سر کندوچه بته. گفت چرا تو زاغ گفتی؟ گفت تو زاغ گفتی، ما هم زاغ گفتم. اما آمدیم در قسمت عصب. از ابو مسلم از سردارای خود پرسان کرد که امی عصب برای چیست؟ یکی گفته عصب برای عزیز که آدم کشورها را فتح کنه، یکی گفته عصب برای عزیز که آدم غذا کنه، یکی گفته عصب برای عزیز که آدم در بکارای چیز استفاده کنه ازش در روزای ضرورت. ابو مسلم گفت نه، یک تا نفهمیده. گفت چی از؟ گفت عصب برای عزیز که آدم از گیر زن خود سوار شوه و فرار کنه. در شاعر گفتین یک شاعر آمد، کدام مشاعره است دیگه؟ گفتم سر استیج پیش میزه که خطابه استاد شد، تماشاچاش شروع کرد، آینه کار ماند پاکت، گفت من می آیم. یعنی من می آیم سیومی اصل شعر یادش رفته بود، پایش خطا خورد که تم میزک سر نفره افتاد، موریش سفید او گارم کرد، گفت ببخشی پدر جان والا خطا خوردم. گفت نه تو ملامت نیستی، سه دفعه گفتی من می آیم، ما نفهمیدیم خدا نستی. بازم بخاطر که فیلم بدایه شوه جان، شما سه دفعه تکرار کردین، حالا من 5000 دفعه تکرار میکنم. خوش. یک نویسنده بزرگ ما بود در دیوان خانه بندی بود. خب و ای به بسیار مشکلات رفتم سر طبیب، گفت ولی از خدا من نویسنده هستم. گلون تان خشکی میکنین چه کوک آماده داریم، سرد آمه است یا گنه گوشکم تان هم گوشنه است. شما باور کنین من وقتی که زخمی بودم کوک نخوردم، اما میخورم مثلا. خوش. این نویسنده رفت پیش سر طبیب، گفت ولی از خدا من نویسنده هستم، نویسنده بزرگ هستم، کل کشور مرا میشناسه، یه تو آدمی نیست که مرا نشناسه در کشور. گفت خوب برای اثبات از این کتاب کشید برش داد، نمی پشتش بسیار دیزاین مقبول بود خود کتاب. مبخشید در پشتش نوشته بود که صدای پای اسب. بازی کتاب سرطبیب که دید گفت زودی رو الابتین نویسنده از روش ماج کرد، اینا بسیار عذرخواهی کرد، گفت بسیار تو شخصیت بزرگ هستی فلان اینا. ای خود دیگه مریضار اینا رو دید و وقتی که خلاص شد رفت در خانه، شب رفت کتاب رو باز میکنه که نوشته از تق و 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 تق تا آخر 4000 صفحه تق و تق نوشته کرده. یک میمان کوک میتون با تینگ که آنه مرام بته پینگ خوبان که مردم گب میزنه کوک میتونه. این قضیه چندین بار تکرار شده؟ نه میمانه، نه خونجا من برای خودت کوک پیش کردم، یه پینگ پینگ یعنی بیار دیگه. حالا اگر قبلا یا کوک خوردن، قبلا یا کوک خوردن از رنگش معلوم میشن. ما والا اندم وقت زخمی گری نخوردیم، مخلم کوک نخوردیم. میریم با یک وقفه کوتاهی کوتاه و زود برمیگرد. عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم. میگه معلم شاگرد پرسان کرد بخی بچیم، گفت واید اندازه‌گیری برق چیست؟ گفت استاد صدای پدر لودن سعی جواب بده. گفت خراس میگم. و این گفت چی رقم؟ گفت خون بل برق که میای اگه پیسیش کم باشه آقای میگه تو میکنم. اگه یک کمک زیاد بود غمغمش زیاد میشه. تو سی کوکی شو رقم و چه خرج نشته کردم که این رقم. که اگه زیاد بود باز دیگه سر و صدا و که گیره دیمایده که اوگر میره نکو بانتی تو نکو کت ای رسوایی را مندازه. یک آدم در یک قشلاق بود، یک زن کت فوت شد، یک زن دیگه گرفت مجبور شد، یک ما دماباد وام فوت کرد. باز برآمد
نشد زندگی تنهایی مزهش نداد، یک زن دیگه گرفت وام فوت کرد. خب بالاخره 8 زن گرفتم یا 8 زن ازی فوت کرد. یادم ایران موند هر چی که دیگه تا و بالا دا این مردم گفت برو بابا قتل دخترهای ما را کشیدی تو چی زن خورک هستی و علاقه دیگه در تو کس بتا برو ای که رای میکدن دیره اید نیزدی که خانه نمیمان. خب ها 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 یک دو سالی مجرد ماند که اینه یک اول آمد که در فلانی قشلاق یک زن از او شوی خورک هست اینه تو اش نو شوی او خورده دی اینی را چی رقم کنیم هر دو قشلاق تصمیم گرفتن دی شیخ شو زن خورک در شوی خورک نکاه کدن شو شد شو آروس رفت دیگه کل مردم معطل است که باش که مرد میموره یا زن کدام از این زور از صبح میخیزن اما کس که نکاه بسته کده بودو مرده یک دریور کم تو کجلول رقم یک آدم دی دو آدم دی سه آدم دی دو سه چهارم که ترافیک گفت اه مقه بیشور تو حق نداری سال چهار نفر دی این دیگه چی بگه خی صاحب سال چند نفر حق دارم در قسمت موتر باز بگویم برتون یک موتروان از من پرسان کرد که استاد همی از همی سر نفر که آدم تیر شد چی کنم گفتم یک دفعه لیورز بیا باز تیر شد آقای یعقوبی در آخر برنامه قرار داریم از هر مهمان خود یک پیام بسیار کوتاه می داشته باشیم من پیام به برنامه شماست چون پیام خواهر که از گسترده برای کلگی دارم زنده باشین هر قدر که میتونین این برنامه را رنگین تر بسازین چون مردم ما اما طور که گفتیم 70% زنها و 40% زنها افسرده هستن و یک لبخند خصوصا بعد از هر غذا میتونه دوباره قلب به فعالیت بیاره و زندگی را دوباره به رونق ببخشه و به زندگی سمت سوی جدید بتن یعنی همین تمام مشکلاتی که در جنگ ها ما دیدیم اینا پروگرام شما و پروگرام امثال شما که دیگه تلویزیون هم اگر مقصد تانی است که بعد از هر سرویس خبری یک شبخند ضرور است که اصلا موجودیت خنده در زندگی باعث میشه که ما از امو حالت روانی و بیچارگی و امو حالت مشکلات فکری بیرون برای ما تشکر از شما با افتخار آقای یعقوبی بیننده های عزیز ای بود برنامه شبخند و در آخر باز هم میخواییم تشکری بسیار زیاد بکنم از شورای ژورنالیستان افغانستان و خصوص از آقای حفیظ الله بارکزی لطف کردن در حق ما یادی از ما کردن تشکر زنده باشن همچنان از شما تشکر قدم رنج فرمودین و ایرام با خود انتقال دادین زنده باشین بیننده های عزیز ما منتظر انتقادات پیشنهادات و یگان طنز و فکاهی جالب شما هستیم آدرس ماست شبخند @onetvmedia.com و شماره تماس ما روی صفحه تلویزیون است تا برنامه بعد میگیم خداوند یار و مددگار همه ما و شما